توی شب مهتابی که میشه از تماشای ماه سرخ و خاکستری لذت برد، معمولاً به یه جنگ خونبار روی اون فکر نمی‌کنیم. اما اگه روی زمین میشه سر هر چیز جزئی و تخیلی جنگید، چرا نه روی ماه؟ البته هنوز روی ماه خونی ریخته نشده، ولی پیرامون اون یه جنگ لفظی تمام عیار در جریانه. نمونه تازه اونم حرفای بیل نلسون مدیر ناسا و پاسخ چینه. آقای نلسون گفته باید سخت نگران حضور چین در ماه و اعلام سلطه جمهوری خلق بر اون بود. فکنم جواب داده که آمریکا سابقه کثیفی تو تحریک بقیه و نظامی سازی فضا داره و چین به دنبال صلحه. اگه از تبلیغات ضد آمریکایی و ضد چینی دو تا کشور بگذریم و از شعارها در مورد صلح و دوستی ابناء بشر در فضا، میشه سراغ توصیف واقع بینانه از این رقابت بین المللی رفت. حمل و نقل فضایی و دسترسی به فضا همیشه یک مسئله استراتژیکه. کشورها به دلایل امنیتی و نظامی به اون احتیاج دارن. هر کشوری احتیاج داره به این توانایی برسه که خودش رأساً تصمیم بگیره چه ماهواره یا فضاپیمایی رو در چه زمانی و به کجا بفرسته. در ضمن باید آماده رقابت تجاری با بقیه هم باشیم. تو مصاحبه اخیر مدیر ناسا هم نشانه های روشنی از بعضی جزئیات رقابت فضایی شرق و غرب وجود داره. اولا آقای نلسون میگه چین در تلاش به توانایی نابودی ماهواره‌های کشورهای دیگه برسه. در ضمن مدیر ناسا تایید کرده بین کشورش و چین رقابت سختی در فضا و به خصوص قطب جنوبی ماه که آب وجود داره در جریانه. ماموریت فضایی چانگی 5 چین روی ماه خرداد امسال برای اولین بار تونست از آب در این قمر نمونه برداری کنه، چیزی که البته ناسا دو سال قبل به طور تئوری اون رو تایید کرده بود. آب هم برای سکونت طولانی مدت روی ماه ضروریه، هم هیدروژن داره و میشه ازش سوخت تولید کرد. برای پیاده کردن فضانورد روی کره ماه و حضور طولانی تر روی قمر زمین، همین الان هم جدال سختی بین دو سوی کره برقراره. آیا این جدال در فضا به صلح و سازش میرسه؟ اول ببینیم کارمون روی همین زمین به کجا میکشه. توماج تاهباز، سئول.